با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت بینندگان کوچه خاطره ها. آرزوی سلامتی دارم بر همه هموطنان عزیزم هر جای این کره خاکی که دارن زندگی میکنن. بله، بعد از 32 سال انتظار به پایان رسید. با اون نامه هایی که برای من نوشتین، با اون ایمیل هایی که زدین، با اون تلفن هایی که میزنین، این افتخار نصیب ما شد. من نمیتونم خیلی ببخشید از اون مثل مجریا گلوم به سلومه صحبت کنم. این افتخار نصیب کوچه خاطره ها شد. امروز پیشکسوت سینما ابرمرد، این اسمایی که میگم شما مردم برگزیدید، ابرمرد سینمای ایران، بزرگ مرد سینمای ایران، بله، در کنار ستاره سینمای ایران استاد ناصر ملک موتی نشستیم. یه روز من در جمع پیشکسوتان هنر بودم که سرکار خانم پوری بنایی یه گلگی از من کرد که آقای موسوی تو برنامه‌هات به همه میگی استاد. ما تو ایران چند تا استاد بیشتر نداریم. شما میتونی بگی استاد ناصر ملک موتی. بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما استاد. این واقعا افتخار من، الان اصلا نمیتونم با شما صحبت کنم، خیلی کم میارم آقای ملک موتی. در کنار استاد نشستم و با استاد صحبت کردم. این شما، این مردم، مردمی که با آقای ملک موتی در هفته بالای 1000 تا تلفن دارین، شما زنگ میزنن، خواهش، گریه، التماس که ما میخوایم استادمون رو ببینیم، ما میخوایم ابرمرد سینما رو ببینیم. خیلی ممنون که این افتخار رو به ما دادید امروز در کوچه خاطره ها شدید. خیلی متشکر. به نام خداوند جان و خرد، اولا هیچ دلم نمیخواد که این همه القاب رو به من شما بدید. واقعا اگه میتونید این قسمت اصلا عوض کنید، با حرف من شروع بکنید. من هیچ وقت نه استاد بودم، نه به هر حال الگوی دیگران یا اینکه سرمشق دیگران. من البته قدیمی هستم، در این کار بودم و افتخارم هم اینه که سالها در سینما بودم، با عشق و علاقه وارد شدم، دوستان زیادی هم دارم که همکاران عزیز من هستم. امیدوارم که من این حس حق شناسی در من همیشه زنده باشه. من همیشه باید اینو مطلب رو بگم، هر وقت فرصتی پیدا میشه که با مردم روبرو هستم صحبت میکنم، باید بگم که شاکر بخت خودم هستم. برای اینکه خداوند واقعا انقدر به من محبت و لطف داشته که نمیتونم هیچ وقت جوابگو باشم. و فرصتی دارم الان و خیلی خوشحالم که ادای دین کنم نسبت همه همکارانم که دیگه در میان ما نیستند. دوستان عزیزی که خیلی دوستشون داشتم و متاسفانه یکی پس از دیگری رفتن و ما رو تنها گذاشتن. باز افتخار میکنم که من موندم که جوابگوی محبت دیگران باشم از طرف همه اونها. و امیدوار هستم دوستان دیگری که همکاران سینمایی من هستن در هر کجای دنیا هستن سلامت و خوب باشن، و اگر که به هر حال غربت اذیتشون میکنه زیاد، به هر حال نمیشه منکر شد که خاک و سرزمین یه چیز مقدسیه. دلشون تنگ میشه، شاید روشون نمیشه بگم، ولی امیدوار هستم که اونها که مؤثرن در سرنوشت مردم مملکت توجهی بکنن و اونها جمع بشن دور هم دیگه و به مملکتون برگردن. این آرزوی منه. زنده باشین آقای ملک موتی. قبل از این که حالا شما با مردم صحبت میکنید، این سوالها، سوالهایی که مردم داشتن، اول میخواییم البته هم شما چهره آشنای سینما هستید، همه مردم شما رو میشناسن. مثلا یک جوان 16 ساله زنگ زده بود که من ایمیلش رو دادم خدمتتون که نوشته بودم خداوند بقیه عمر منو بگیره، 16 سالش بود، و عمر منو بگیره به عمر آقای ملک موتی اضافه کنه. خب جوان 16 ساله که اون موقع اصلا نبوده الان این حرفو میزنه. حالا ما تا اینجاش هم که اومدیم زیادی اومدیم، حالا یه مقدار میخواین اضافه کنین بهش؟ نخواهید. بعد این سوالا، اول این شناسنامه شما رو ورق بزنیم.
صفحه اول شناسنامه هرچی نوشته. میخوام بدونم که آقای ملک مطیع کجا به دنیا اومدن؟ ببینید کجا نوشتن؟ خیلی متشکرم. بذارید خودم صحبت میکنم. ببخشید من ازتون میخوام. اولا که خب مردم به دلایل مختلف، به دلایل اینکه سالها من در کار فیلم و سینما بودم، یه خاطراتی از من دارن. دارن بله. خیلی هم قابل احترامه و من واقعا این گنجینه‌ای که از محبت مردم دارم مثلا به هیچ قیمتی نمیشه تخمین زد و گفت این مثلا چه ارزشی داره. اصلا ارزش نمیشه براش قائل شد این محبت مردم. ولی خب حالا هر کسی به حال و هوای خودش یه حرفی میخواد بزنه. من هیچ وقت همچین دارم میخواد همیشه سلامت باشن، همه خوشحال باشن و منم هم در خدمتشون هستم و اینکه سالها بودم افتخار منه که من انقدر مورد محبت و لطفم هستم. اما راجع به شناسنامه و این حرفا، من این حرفا رو دیگه خیلی زیاد زدم. واقعا دیگه برای خودم خسته کننده شده. من سالهاست که در مصاحبه ها صحبت کردم، گفتم من نمیدونم در محله درواز شمرون تهران به دنیا آمدم. بله هزار فروردین 1309 به دنیا آمدم، زندگی کردم، برام مدرسه رفتم، مدرسه تربیت دینی رفتم، معلم ورزش شدم، نمیدونم دانشکده افسری رفتم، خدمت نظام انجام دادم. اینا رو گفتم صد در حالا مطلب تازه تری اگه شما دارین از من میخواییم برسیم بجید. این سالهایی که آقای ملکی مردم داشتن از قبلا شما مربی ورزش در تربیت بدنی خواستن، از ورزش بگین شما. ورزش که خب من به خودم اجازه نمیدم که خودم مثلا سوابق ورزشی و عنوان میکنم، برای اینکه خب ورزشکار دار از من خیلی هستم. در کار سینما میتونم به اصار مطلب بکنم و حرفی بزنم، اون در ورزش به اون معنا نه. ولی خب ورزش هم قدیمی هستم و یکی از افتخاراتم اینه که بهترین قهرمانان این مملکت همه دوستان عزیز من هستم. همه شون رو دوست دارم. سالها به دنبال اینا رفتم به میادین ورزشی و فستیوال ها، نمیدونم مسابقات کشتی به خصوص خیلی رفتم و همیشه گفتم بهترین جای دنیا رو پله های استادیوم ورزشی میدونم و خودم هم خیلی خاطرات خوب دارم. در سالهای قدیم برای یه مسابقات فوتبال بود که در همین استادیوم امجدیه سابق انجام میشد، 8 ساعت با همه گرفتاری که اون وقت داشتم و فیلم بازی میکردم نشستم تا این مسابقه فوتبال شروع بشه. و همچنین در یک مسابقه جهانی کشتی دوباره در تهران باز اونجا هم 7-8 ساعت نشستم که در اون مسابقه باشم. علاقه من بودم، هر جای دنیا فرصتی بود میرفتم برای تماشا. میگه خب گرایش هم به ورزش زیاد بوده و من از زمین ورزش به سینما اومدم تقریبا. خب همون پرسیدن از آقای ملک مطیع از نوجوانیش اگه چیزی یادشون هست که تعریف کنن و چطور شد که وارد سینما شد؟ وارد سینما که بلیط خریدم رفتم سینما دیگه. یعنی چه جوری رفتم سینما؟ ولی یه روز بعد از اولا خب خیلی همچین یادم نیست که تمام خاطرات رو جز به جز بگم. ولی من توی مدرسه که بودیم رئیس انجمن ورزش بودم، رئیس انجمن نمایش بودم، کم کم یک گرایش پیدا کردم به قول معروف. بهمون گفتن باری کرده تا به این روز اون انداختن. به هر حال اینطوری بوده دیگه. اما بعد سینما در ایران تازه شروع شده بود و به هر حال یه عده زیادی دنبال این کار رفتن و تهیه فیلم شروع کردن. من هم چون علاقمند بودم رفتم دنبالش، گرفتم و یه روزی هم عکس و تفصیلات اینا خودم دادم اونجا، چون من یه سالم هنرفن هنرپیشه گرفتم اونجا. کم کم با دستن در کاران فیلم و نمایش آشنا شدم و یه روزی یک آقای یادش بخیر جمشید بویوکی اومد در منزل ما بعد از ظهری بود، در زد و گفت شما رو استودیو بدی فیلم میخواد. خب اگه من اون روز بعد از ظهر منزل نبودم ممکن این اتفاقات اصلا نمیافتاد، ولی اتفاقا بودم. به قولی معروف شانس یه وقت در میزن، اگه در وا کردی میاد تو، اگه در وا نکنی نمیاد. ولی بعد رفتم من سر پیچ شمرون اونجا که یه وقتی بستنی گل و بلبل بود، اگه قدیمی هم زیرش استودیو بود.
اپیزود بعدی رو برای من انتخاب کردم برای فیلم ولگرد در سال 1130 من فیلم ولگرد بازی کردم. بله همین ولگرد. خب مردم برای فیلم روشن و داستان خیلی اجتماعی بود و همه منابشه ها رو خب شفاف میدیدن، مردم ایرانی بودن، کلام ایرانی بود، پسندیدن و خیلی فروش خوبی کرد و به حال اون شهرتی که بنده امروز افتخار بهش میکنم نصیب بشد. اما قبل از اون در 1127 من یه کوتاه بازی کردم برای شروع کارم به نام واریته بهار که تیکه تیکه بود و هر قسمتش رو یکی بازی میکرد. حتی مثلا آقای انتظامی هنرمند بزرگ امروز سینمامون و تئاتر ایشون هم در اون بودن. اون عبدالعلی همایون یک سرکار استوار بازی میکرد، ایشون بود در اون. خیلی ها بودن که امروز متاسفانه بعضیشون نیستن و جاشون خالیه. دیگه بعد فیلم ولگرد من دیگه کم کم شروع کردم فیلم قفلت و افسونگر و چهارراه حوادث رو. همینطوری من دیگه تا اومدم به جنبم یه دفعه 30-40 سال گذشت دیگه. بعد دیگه یه موقعی رسید که من باید رها میکردم سینما رو، با اینکه عاشق بودم. آدم عاشق نمیتونه چیزی مشهورش رو رها کنه. بله. ولی من دیگه تواناییش رو نداشتم، خسته شدم، خواستم یه ذره به کارم برسم. در تمام این سالها من واقعا فرصت نکردم ببینم در کنارم کیا هستن، کجا هستم، کجا زندگی میکنم. آدم وقتی مشغول فعالیت باشه و عاشق باشه دیگه نمیفهم. و به هر حال گفت که ای سینما، این همه رسوا تو مرا خواستی، حال که رسوا شده هم میروی. بالاخره سینما باید میرفت یه روزی و من از رفتن سینما نگرانی ندارم. افتخار میکنم که مردم منو نگه داشتن هنوز. این موهبت و این افتخار نصیب همه کس نمیشه. و این برای من واقعا جای خوشحالی و خوشبختی است و به همین مناسبت همیشه خدا رو شکر میکنم که اولین بار که خودتون رو پرده نقره سینما دیدی. بله. چه احساسی بهتون داره؟ الان یادتون هست؟ اینو نمیشه خیلی بگم برای شما، برای اینکه این چیزای درونیه. الان که دارم با شما حرف میزنم، اینجا رو دوربینم نشستم دارم سوال میکنم، خوشحالم برای اینکه این کارو دوست داشتم. هر کاری که دوست داشته باشه با تمام وجود، شما هر کاری که آدم با تمام وجود دوست داشته باشه عاشقش میشه، دوست داره. شما یه فوتبالیست رو، چون من خودم فوتبال بازی میکردم، باشگاه شاهین بودم، تیم هما بازی میکردم، امروز هم فوتبال توی مملکت مطرحه و فوتبالیست های ما باعث افتخارن، میتونم مثل بزنم به فوتبال. آدم اگه با تمام وجود شوت نکنه، اون شوتش کاری و مؤثر نیست. درست. در هر کاری همینطوری. این سینما من عاشقش بودم با تمام وجودم. ممکنه که اونطور که دلم میخواست و اونطور که باید شاید انجام دادم، ولی به هر حال عاشقانه دنبال این کار بودم همیشه و هنوزم هستم و هنوزم از دورا دور نگاه میکنم. امروز افتخار میکنم که این سینمای امروز ما راه به جهان فیلم پیدا کرده، بازار فیلم پیدا شده برای سینمای ایران. هنرمندان بزرگ سینمای امروز که همه تحصیل کرده و دانشکده دیدن، راه پیدا کردن به مجامع سینمایی. ما در جوری ها نماینده داریم، خیلی مهمه. من خودم تمام فستیوال ها رو چندین دفعه مسکو، کن، برلن رفته بودم، ولی چون ما رو نمیشناختن، فیلمی هم از ما نداشتن، اصلا توجهی نداشتن، احترام به ما میذاشتن، ولی معلوم بود که خب ما رو تحویل نمیگیرن اونطور که باید. اما حالا آدم وقتی میبینه که اسم میبرن اینطور با افتخار یاد میکنن از تهیه کنندگان فیلم، کارگردان فیلم، اسمشون درست نوشته میشه، مردم با اشتیاق میرن، خب باعث افتخار ما. اگه یه سهمی هم داشته باشیم باعث افتخار ماست. من وقتی صحبت میکنم ببخشید آقای مصطفی، از طرف همه اونا که نیستن صحبت. شما اینقدر زیبا صحبت. نه یعنی واقعا من سوالا رو من نپرسیدم، شما خودتون. من نمیخوام بگم، من یه سهم کوچکی داشتم. رفقای من که الان نیستن در بین ما یا دور هستن از ما، خیلی سهم بزرگتری داشتم. منم یه سهم کوچیکی داشتم و خوشحالم که گاهی وقتا فرصت پیدا میکنم ادای احترام میکنم.
ستین، مرد 6 میلیون ریالی، مردی با سرعت ولی کون. با قدم های مشکوک اون موقع میخوام بدونم این سوپر استار ها بر چه اساسی سوپر استار میشدن؟ ستاره های سینما سوپر استار؟ والا اگه کسی خودش به خودش بگی سوپر استار که نمیشه سعی نیست. مردم خب به خاطر دوست داشتن، وقتی یکی دوست داشت هی دوست داره که امتیاز بهش بده دیگه، فرق نمیکنه. ولی شهرت و معروفیت همه به دست میارن، ولی امتیاز محبوب بودن و مردم به آدم میدن. من باز چون از خانواده کشتی هستم و افتخار میکنم، یادم رفت بگم که اینم باید بگم چون باعث افتخارم. من اولین کلاس داوری کشتی رو در ایران دیدم، در راسه داروفون چون معلم ارزش بود. مرحوم تختی باید یادش بکنم که یادش گرامی، مثل همه قهرمان ها دیگه همون کشتیگر فوق‌العاده‌ای بود، ولی محبوبیت و مردم بهش دادن، مردم صفت پهلوانی رو بهش دادن. این خیلی مهمه که مردم یه چیز بدن. حالا هم البته ما این جوان ها که الان اومدن هنوز خیلی جوان هن، انشالله فرصت پیدا میکنن، معروف میشن، مشهور میشن، محبوب میشن. فوق‌العاده ما یه وقتی بود که من حرف داره بذارم نمیدونم کجا یه وقت بود ما که خودمون به اصطلاح مرد بودیم رفتیم تو فیلم بازی میکردیم، خیلی همچنین راضی نبودیم، راحت نمیتونستیم بگیم که ما داریم فیلم بازی میکنیم دیگه. خانوما رو که شما حتی زن چه مکافات داشتن، بله، چقدر مشکل داشتن، واقعا باید واقعا درود فرستاد به تمام خانمایی که در سینمای گذشته ما بودن که با همه کارشکنی و با همه به هر حال حرف و شایعه و حدیث میومدن فیلم بازی کردن. الان باعث افتخاره که خانم ها، آیون، همه خانواده ها با کمال میل علاقمندی تشویق میکنن، ترغیب میکنن که برن سینما. خب این باعث خوشحالیه، انشالله که همه موفق باشن. به طور قطع یه روزگاری هم میرسی که سوپر استار میشن، خیلی بزرگ میشن که مردم بیشتر از اینا دوست. موزه ستاره ها موقع چقدر؟ حالا قیمتشو از من نپرسه که من بگم مثلا، چون مبنای قیمت همچنین مسئله خاصی نیست، ولی به هر حال چیزایی میگرفتن دیگه. البته همه نه، ولی یه عده پول خوب میگرفتن که میتونستن زندگیشون تأمین کنن. ببینید آقای موسوی، آدم وقتی که کارمند یه اداره بود مثلا، خب این شب جمعه مثلا با باجناقشون نمیدونم میکنیم شوهر خواهرشون نمیدونم پسر خالش میرن مثلا تو پارک میشینن و یه نهاری شام میخورن و یه زندگی معمولی داره. ولی وقتی وارد گود شد، وقتی بقولی برای وقتی دیکت نوشت، غلط هم ممکنه بکنه. آدم وقتی وارد اجتماع شد یه سمتی پیدا کرد پیش مردم، باید زندگیش یه طوری باشه که بتونه راحت زندگی کنه دیگه. آدم مشهوری که دیروز فیلم بازی کرده، مردم در پیکر سینما رو شکستن که برن اینو ببینن، نمیتونه بره دم دکونه و یه نون سنگک بگیره که مجبوری یکی رو پیدا کنه میگه آقا یه نون سنگک واسه من بگیر. برخی یه پول اضافه داشته، یه ماشینی سوار شه، دو تا مهمونی بده، چهار یه مسافرتی بره، یه زندگیش فرق میکنه. اینه که لازمه به حال، این هیچ وقت نباید باعث ناراحتی کسی بشه، مگر که اون شخص بخواد تظاهرات عوام فریبانه بکنه، پوز بده به این کارش. نه، این امتیازات مردم به آدم میدن. مردم هن که آدم و ناصر ملک مطیع میکنن، مردم هن که مرحوم فردین میسازن، مردم هن که بهروز وثوقی درست میکنن، مردم به حکیم آوردی و آقای سعید راد، ایرج قاضی، همه یادم بهروز چه میدونم بهمن مفید، مرتضی عقیلی و آقای وحدت، پیشکسوت تئاتر و ورزش، اینا رو مردم ساختن و مردم باید قدر بدونن همه. و اینا هم الحمدلله مردمی هستن که قدر این چیزها رو میدونن، همیشه حق شناسی رو داشتن و باعث خوشحالیه. منم نمیدونم، بعضی وقتا فکر میکنم که آدم ممکنه در جوانی اشتباهاتی کرده، حالا باید جبران بکنیم، حالا باید سعی کنیم که
اشتباهات جوانی اون تکرار نکنیم. بله. ولی اون شعر معروف گفت صد حیف که ما پیر جهان دیده نبودیم روزی که رسیدیم به ایام جوانی. جوان آدم اگه هست ممکنه اشتباهی در زندگی بکنه، پشت سر یکی بعد بگی راجع به یکی حرف حدیثی بزنه، ولی وقتی جا افتاد و سن و سالی ازش گذشت دیگه پخته میشه، دیگه باید سعی کنه که رعایت همه چیز بکنه. بس اون طفل محسومو بی اسمتش کردم، من از نصفش رسیدم. خانده ای کی؟ آرمان. گفتم کی؟ حرف بزن خانده ای. چرا حرف نمیزنی خانده ای؟ من سراغ منگول. ای بی معرفت های نولوتی. خونشو میبینم. نه فرمود، ننه تو قسم خورده بودی، تو جلوی پیغمبر قسم خوردی، توبه کردی. ولم کن ننه، قسمتو فرو بده و سال بعد بفرست. من نمیتونم ساکت بشینم. ولم کن، صحبت ناموسه. من نکنم قیصر این بازار چرا به خون بکشه، ولی پیشتر از اون، پیشتر از اون من این کاره میکنم. به ناموس زهرا تیکه تیکشو میکنم. ولم کن بذار برم. اول منو بزن بعد برو، واسه پهلوان خاریه فرمون. نگاه نکن حالا یه پوست و استخون شدم. تو هر زورخونه میرفتم واسه هم زنگ میزدن، میشد دو روز کشتی میگرفتم. با این احوال هیچ وقت دست به چاقو نبردم. نامردها باید از بازوی آدم بترسن، نه از چاقو. چاقو رو دست بچم که بدی دستشو میبره. آجو رو از تو دیوار میکشیدم بیرون، اما حالا چی؟ چشم آب آورده، پاهم میلرزه. خیال میکنی به من چی میگذره؟ دلم داره کنده میشه، این جیگرم واسه فاتی داره آتش میگیره. الله چی کار میتونم کنم؟ واسه پهلوان مرگ. تو قسم خورده بودی فرمون، چاق رو بده منو صلوات بفرست. دلیل ماندگاری، البته دلیل ماندگاری رو شما مردم عنوان کردین، دلیل ماندگاری آقای ملک موتی؟ دلیلش رو نمی‌دونم، دلیلش این کار خداست، این کار مقداری شانس، مقداری موقعیت خوبه. برای خودش هم آدم مواظب باشه. اون هیچ جای دنیا اینطوری نیست. خیلی جاها ما دیدیم سوپر استارشون، قهرمان فیلمشون تو خیابون داره میره، اصلا هیچ توجهی بهش نمی‌کنن. ولی آقای ملک موتی بدون تعارف بعد 32 سال میاد تو خیابون. مثلا خودم شاهد یک مراسمی بودم که مراسم شاهجوان خانم خیرآبادی، بله بله، نادره سینما، خدا رحمتشون بده، خدا رحمتش کنه، خدا رحمت. من همیشه میگم همیشه مادر مادر من بودم و مثل مادر خودم برای من قابل احترامه. خیلی خدا رحمتش. شما وارد اونجا که شدین نتونستین دیگه بیاین مسجد، از بله. همون دم در فراریتون بله. دادن بله. این هیچ جای دنیا نیست. خب به هر حال هست دیگه، اینطوری هست. من ببخشید، من یه ذره سن و سال من میرفته والا، شما مشاهده سوال زیاد داری، منم پرحرفی میکنم، ولی نمیدونم پیش میاد برای آدم این چیزا هست. تو به امریکت ما هم چون مردم واقعا علاقمند به این چیزا هستن، دوست دارن. به هر حال ما هم قهرمان داستانهای سینما بودیم، قهرمان مردم کوچه و بازار. کوچه و بازار داستان فیلم هامون هم گوین که اشتباه زیاد داشتن، من حسی هیچ وقت نمیخوام بدم، افتخار میکنم به سینمایی که باش بودم، ولی اشتباه زیاد داشتیم. اشتباه داشتیم برای که میخواستیم این پول برگرده، و برای اینکه پول برگرده آدم هول میشه، اشتباه میکنه، کارهایی میکنه. همه عاشق بودن پول اولش، اصلا مطلب من اولین فیلمی که بازی کردم ولگرد، با اینکه خیلی معروف شد 500 تومن من دادم، 500 تومن. البته 500 تومن خوب پول بود اون وقت، اما میخوام بگم اصلا مسئله من اصلا توقع نداشتم. آدم وقتی عاشقه حالیش نیست این چیزا. مردم مملکت ما هم دوست دارن، هنرمنداشون دوست دارن، برحال ولی هنرمند باید همیشه این احساس داشته باشه
که واقعا یه کاری بکنه که شایسته این دوست داشتن باشه. گفتم آدم اشتباه میکنه، من نمیخوام ایراد به کسی بگیرم، اما ما باید یه کاری بکنیم که واقعا این مردم که این همه به ما اطمینان میکنن و این همه به هر حال به ما محبت دارن، ما شایستگی این دوست داشتن داشته باشیم. آدم هنرمند است که توی دیوار شیشه‌ای، اتاق شیشه‌ای زندگی میکنه، تمام حرکات و رفتارش مورد توجه، باید من راحت بکنیم. بعضی چیزها را آدم باید به خودش بعد بگذرونه، گویی که ممکنه مثلا به نفعش باشه، ولی وقتی مورد توجه مردم نیست باید رعایت بکنیم. گفتم همه ما دچار اشتباه شدیم، ولی تا میتونیم، من در مقام نصیحت نمیخوام باشم که نصیحت، ولی چون سن و سالی ازم گذشته، من در آستانه 81 سالگی هستم، دیگه حب و بغض مقام و منصب و این چیزها رو ندارم. به قدری مردم منو دوست داشتن که دیگه انقدر استغنای تپ پیدا کردم، انقدر مردم من ببخشید، من به خلاف اونجوری که تو فیلم آدم قوی بودم، بله، خیلی عاطفی هم و احساسی، گاهی وقتی اسم مردم میاد، اسم محبت میاد، اسم گذشته میاد، لطف میاد، عشق میاد، این چیزا حالم گرفته، یعنی حال خوب پیدا میکنه. به جز از عشق که اسباب سرافرازی بود، هر چه دیدیم و شنیدیم همه بازی بود. بله، جناب آقای ملک مطیع، میخواستم ببینم با کدوم یکی از اهالی سینما خیلی راحت هستین، یا حالا یا قدیمی، یعنی اهالی سینما همکارای قدیمیتون؟ همشون، من همشون دوست دارم، همشون هستم. اونا که در تهران هستن بیشتر با هم دوره داریم، گاهی وقت همدیگر میبینیم، اونا هم که نیستن تلفن میکنیم، گاهی وقت که سفر بریم میریم پیششون، همدیگر میبینیم، دوستشون داریم. به هر حال ما خیلی رفقای دیگه هم از حرفه‌های دیگه داریم، مجبوریم بعضی روزامون هم با اونا بگذرونیم. برای آدمی که حالا شناختنش مردم و آشنا داشت، دوستان زیادی از همه دسته‌ها و حرفه‌ها داره دیگه، تقسیم میکنیم. بعضی وقتا به یه جایی نمیرسیم، از طور شرمندگی میشه، مجبوریم عذرخواهی بکنیم که مثلا ما نرسیدیم، خیلی هم بده، واقعا دلم میخواست که با هم میرسم. یکی از مشکلات کار من اینه که همیشه فکر کردم کدام جواب این همه محبت رو من هیچ وقت نتونستم بدم و فرصتی هم پیدا نخواهد شد. امیدوارم مردم ما رو ببخشن. آقای ملک مطیع چرا مثل بقیه همکاراش خیلی ها رفتن از ایران و الان هم دارن کار میکنن، حالا یکنن، چرا نرفتین شما؟ دلیلش چی؟ حالا همه همکارم هم که نرفتن، نه یه عده از همکارم من نه خون بر اولا که من تو مملکتم پام رو زمینه، خیلی ساده بگم قلوب نکنم، خدا نکرد یه وقت فکر نکنم که من دارم یه تملق میگم راجع به مملکتم، نه، این مملکت مال منه، پدرم، مادرم، سرزمین، خاک منه، اینجا زندگی کردم، بس ریشه در خاک. بر اصلا نمیتونم فکر بکنم چرا دوست دارم برم میرم میگم، هیچ وقت هم مسافرت های من بیشتر یکی دو ماه طول نکشیده، برای اینکه دوست دارم اینجا باشم. خارج ممکن ما از وقتی به آدم خیلی خوش بگذره جا بیاره، وطن آدم نمیشه، وطن، دین،
زندگی کوچه بازار اینا همه ما زندگی کردیم باش چیزایی است که نمیتونی فراموش کنی میگه میشه آدم یه کاری بکنه غیر از این کاری که داره کرد من میرم اونجا که به دنیا اومدم برای من بهترین خاطره زندگی اون کوچه باز کوچه رو تماشا میکنم اینا مردم من بکردم اون کجا برم به خصوص من اگه این کارو بکنم واقعا یه آدم نمک نشناسی هستم این مردمی که من دوست دارم هر جا میرم کارم را میندازن با من میان تا یه مقداری را منو برسونن کمکم میکنن من چند وقت پیش اومدم از این ور خیابون جردن برم اونور یه جور اونجا بود خیلی بزرگ بود هر کاری کردم منی که مثلا توی دانشکده افسری هر رو اسب میپریدم نمیدونم کوهنوردی کردم بار در 16 سالگی رفتم قله دماوند اومدم از جو هر چی کار کردم دورخیز کردم من نمیتونم بپرم گفتم خدا شما یه آقای اونجا پسر جوانی که قربت دست بر میگیره برای دفت من گرفت برای رفتم اون بار خیابون خیلی تشکر کردم رفتم کاری داشتم اونجا نیم ساعت طول کشید مثلا عینکم عوض کنم چیکار وقتی برگشتم دیدم که این اینجا واسطه باز دارو واسطه با من سلامی که من نشناختم شما رو و حالا میخوام ببرم تو اون برای خیابون این محبتشون ببین چقدر چیکارش کردم کجای دنیا میتونه همین میکنم. میخواستم سوال کنم مردم قدردان شما بودن که خودتون به زیبایی مگه میشه ارزشی برای این کار قائل شد نه هیچ وقت چیزی نیست مثلا نمیتونم فکرش بکنم هیچ وقت پس مردم من همین میخواستم سوال کنم مردم قدردان شما بودن که شما خودتون به زیبایی توضیح دادین که واقعا مردم ایران مهربون هنردوست و حق‌شناسن یه حالا یه نکته هم بگم برای که خودم یه ذره خودم خوشحال کنم زیاد احساسی نشم من یه رفت رفتم سرای نردبیل برای بینندگان عزیز میگم اینشوقه که هر جا هستین خوب و خوشحال باشین برحال خاطرات گذشتهش برای من عزیزه دلم میخواد با شما که اینقدر محبت دارید در دل کنم با شما یه وقتی رفتم سرای نردبیل برای پام درد میکرد یه ذره موزن آب گرم سرای نالا یه جایی شده خیلی هتلای زیاد و شیک و خیلی جای قشنگ برحال گفتم یه جای خوبی برای من نشونی بدی که برم اونجا به آب گرم برم یه جای نشونی رفتم دیدم که یه 20 تا وان اونجا هست وانی که آب جوشه نه. که برم اونجا هر کاری کردم که برم از این پله بالا برم توی وان دیدم نمیتونم چون نرده نداشت این وانا بعد یکی رس به اون صدا کردم گفتم این آقای مدیر اینجا رو بگیم بیاد یه دفعه اومد و من شناخت و سروانه کردیم و گفتم آقا اینجا رو شما برای این پیرمردا و آدمای مسن ساختین برای دستگیره داشته باشه که بره بالا بعد بره اون تو من اگه برم بالا که میخوام زمین رو دست گفت برای خیلی ها گفتن رو داریم درست میکنیم از این حرفا خلاصه یکی اومد دست من گرفت و من رفتم تو آب نشستم تا نیستم یه پیرمردی هم بغل دست من نشسته بود پیرمرد یه نگاهی من کرد گفت اگه ورزش کردی حالا اینطوری نمیشدی گفتم که من خودم معلم ورزش بودم من از این اتفاقا تو زندگی آدم میفته دیگه کارگردانیتون شما چند تا فیلم کارگردانی کردید تهیه کننده هم بودید تهیه کننده هم بودم کاری آدم این کار سینما یه کار خیلی به هر حال نمیدونم یه دروغ گنده ایه که لباس حقیقت تنش میکنه بله و رنگ و بوش درست میکنه که مردم بفریبه ولی لابلای این فریفتنا لابلای این دروغ دولا و این چیزا یه حقایق بسیار قشنگ هم هست که یک کسی دستیابی پیدا بکنه اون حقیقت میتونه مردم رو راضی بکنه و این حقیقتی است که کارگردانای بزرگ دنیا بعضیا پیدا میکنه عرض کنم که آدم وقتی تو این کار هست فکر میکنه که خب این کارهایی که دارن میکنن این کارهایی که منم بلدم اگه یه
دست به قلمی هم باشه، دیالوگی هم بتونه بنویسه، میگه اینا هم که من میتونم انجام بدم، خودش رو خودم نکنم، یه امتحانی هم بکنم. معمولا هنرپیشه ها که به یک درجه میرسن از کار خودشون فیلم درست میکنن. ما مرتکب این کار شدیم. بقولی بعضی اولین فیلم درست کردم من سوداگران مرگ بود که در اون وقت درست کردم یه فیلم پلیسی بود برای مواد مخدر و اینا. متاسفانه اون وقت مواد مخدر به این حال و هوا نبود که الان هست. درسته. دواخونه ها کپون میدادن و بله کپون چیزی نبود. تنها چیزی آدم... کپونی بود همین. حالا خیلی اهمیت پیدا کرد. اون وقت خیلی مردم برای مبارزه خیلی ارزش قائل نبودن. فیلم البته خیلی فیلم ترتمیز بود. وقتی آدم خودش فیلم درست میکنه سعی میکنه که اون ایده ها و بر فرهنگ خودش و اخلاق خودش و خصوصیات خودش رو پیاده در اون فیلم بکنه. فکر تجارتش نیست. بله. این بود که خیلی این چند تا فیلمی که من درست کردم تجارتی نبود. متاسفانه ازاره خب من ناامید میکردم. اما یکی دوتش هم خوب کار کرد. یه مردها جاده ها بود. یه عروس دهکده بود. اینا نسبتا خوب کار کرد. رازم کرد. ولی معمولا فیلم های تجارتی رو برای دیگران بازی میکردم. فیلم هایی که یه ذره سنگین تر بود خودم درست میکردم. برای من علتش بود دیگه حالا گذشت. بعد از فیلمی که کار کردید حالا یا کارگردانی یا فیلم هایی که بازی میکردید یه بالاخره یه سکانسی هست که شما خیلی دوست دارید، همیشه به دلتون نشسته و اونو به یادگاری خودتون نگه داشتید، کدوم فیلمه؟ کدوم فیلمو شما بیشتر دوست داشتید در فیلمایی که بازی کردید؟ برای نمو شما سآله به این سختی بکنید که سخت نیست؟ خب این سآله شما برای استادی میزید شما؟ تو این صد تا فیلم من بازی کردم، من تا لابلا اینا به این تندی از کجا گیر بیارم یکی بگم احیانا ممکنه درست نباشه بره. ولی صحنه‌ای که احساسی بوده عاطفی بوده من خیلی خاطر انگیز دارم. من یه فیلم دارم پهلوان مفرد با آقای بیک یادش بخیر خدا رحمتش کنه، نازنین همکارم هم روحشون شاد. نوشتین که من هر وقت صحبت فیلم ها رو میکنم یاد فیلم بردار کارگردان تهیه کننده نمیدونم بازیکن اینا همه رفتن، خیلی به ندرت باقی موندن و واقعا یادشون میکنم. دو اون فیلم برخار من بیک ماوردی نوچه من بود در کار کشتی و ورزش و پهلوانی. خب یک فنایی بود که من یادم هم بینده یه فن یادش ندید بودم، بعد یادش دادم، بعد اون فن رو به خود من زد، بعد دوباره کمر من شکستم. من از این چیزایی که خیلی اتفاقات بیفته این صحنه من دگرگون میکرد. تو همون صحنه که بازی میکردم حالم اصلا خیلی احساساتی میشد، مثل الان که در خدمت شما هستم. انگار داره مکافاته. بله بود دیگه کاره تمومه. آروم آروم خلاصت میکنم. آه چیه نالت در اومد دیگه چیزی نمونده. کمرم استادم همینطوره شکنده مگه نه. خب یه خورده استراحت کن. خیلی خب بسته‌تر مرشد 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 هم نپاک مرشد رخصت
حالا خیلی من همچنین با عشق و گریه و زاری این برنامه رو ادامه ندم. من سنم چون رفته بالا دیگه قدرت و توانایی کنترل خودم رو ندارم. منو ببخشید دیگه از دوستان، از هموطنان بسیار عزیزم عذرخواهی میکنم. خدا وقتی بره سنش بالا دیگه عیبی نداره که گریه هم بکنه، حرف بی خودم ممکنه بزنم، اشتباه هم بکنم دیگه، برای ببخشید دیگه. بله، بس من خودم مثلا از فیلم، البته فیلم های شما همش برای ما خاطره است. اون صحنه ای که یک اسلحه گرفتین رو دوشتون تو فیلم غلام جاندا میرخسید. خب شما دهه 50 بود دیگه، خیلی پرکار بودید. خودتون پرکاری رو دوست داشتین؟ نه دیگه، خیلی پرکار بودین. بعد انرژی از کجا ذخیره میشد؟ مولو انرژی جوانی، انرژی جوانی، جوانی. آگه نیم که عمر گرامی چسان گذشت، خوابم رو بوده بود که این کارمان گذشت. آدم وقتی جوانه نیرو داره، قدرت داره، حالیش نیست. من فیلم سقاب رو در تهران شب تا صبح بازی میکردم، صبح میرفتم توقی رو با مهروز وثاقی، یادش بخیر، دوست عزیزم که خیلی هم دوستش دارم، و علی حاتمی، بزرگ مرد سینما که یادش بخیر، میرفتم کاشان و اون فیلم رو در اونجا بازی میکرد. یعنی شب تا صبح اینجا، روز اونجا، شاید در روز مثلا دو هفته ادامه داشت. خستگی نمیفهمید آدم وقتی جوانه، حالیش نیست. وقتی پیر میشه دیگه، خب حالا من خیلی خودم رو نگه داشتم الان جلو شما که خیلی چیز نکنم دیگه، به شما بگم دیگه بستمه دیگه. حالا بازم یه سوالی دارید بکنید تون تون که دارم خسته. خواهش میکنم. حالا اگه خسته شدین که بریم یه برنامه ببینیم. نه دیگه برنامه نبینیم، بگیم هر سوال داریم بگیم، من تون تون جواب بدم. خب یک تندیسی از طرف مردم، از طرف مردم، البته من شایسته این نیستم که تندیسی رو به دست شما بدم. شما بزرگوار هستید، استاد همه ما هستید، ما افتخار میکنیم گروه کوچه خاطره ها اینجا قربوش در کنار شما نشستیم. این تندیس رو اگر اجازه بدید، این آقای صالحی از طرف مردمه و اگر اجازه بدید الان تو جمع ما فکر میکنم جوانترین و کوچیکترین آقای صالحی باشن، کارگردان این برنامه. بیا عزیزم، بیا بیان کنار ما، بیا. بله، جوانترین و یک سال کوچه خاطره ها رو داره اداره میکنه تندیس. جسارتا یه مطلبی عرض کنم. من از طرف تمام ایرانی ها، از تمام طرف همه، هر کس که این سینما رو دوست داره، ناصر ملک، من دارم صحبت کنم صدام داره میلرزه، ببخشید، چرا که جلوی ناصر خان وایستادن، پیش ناصر خان وایستادن، بغلش کردن، یه نوع خودش یه نوع اصلا نعمتیه. از طرف تمام مردم ایران، من از طرف همه بیننده که دارین الان تصویر رو میبینم، از طرف همه، اول یه دو آقای کت خدایی از لندن، آقای کت خدایی از لندن، آقای ملک مطیع بزنم، از طرف همه شما خیلی تشکر، قربون. و اینو من با احترام، با احترام طرف مردم، از همه طرف مردم، البته من در جایگاه نیستم به شما خیلی تشکر، من از نماینده مردم اینو تقدیم شما میکنم با احترام. خیلی تشکر، قربونم، انشالله که مرسی بنده میبوسم اینو دنبال مردمه. استاد فرشیان با دست خودش، استاد که دیگر. خیلی تشکر از برنامه‌تون و به هر حال اینو عنوان یکی از بهترین چیزهایی که من در زندگی داشتم و بسیار نفیس میدونم، نگهداری میکنم و افتخار میکنم بهش. خیلی تشکر میکنم، میرم تو این کوچه باز کوچه های خاطره شما.
گم میشم. سلام. نه نه گنجی، انشالله که شما همیشه هستید خاطرات ما. این فقط این چیز میگه یا یه تندیسه که شما وقتی گذاشتن اونجا میبینید، این از طرف شبکه جهانی پی دی اف، از طرف مردم، از آقا حمید، از آقای دشتی‌زاده، از آرش عزیز، از چنگیز عزیز، از آقای موسوی عزیز، از خانم رابعه نزار، از خانم سری، یعنی هر کس رو بگم الان اسم بخوام ببرم خیلی زیاده. از طرف از خانمی زنگ زده، چجوری بگم، گفته که مردانگی رو آقای ملک مطیعی به سینما آورد و همسر من انقدر، حتی به خودتونم فکر کنم شمارش رو دادم که صحبت کنه، الان شوهر من نابینا شده از که نشسته فیلم های آقای ملک مطیعی رو دیده و براش عشق فیخته. ای بابا. بله، به این بزرگ مرد سینمای ایران بگید کمی با شوهر من که الان اسمش هم حضور ذهن ندارم متاسفانه صحبت کنه. چه پیامی برای این آقا داری که هر روز فیلماتون رو میبینه؟ نمیدونم، خدا کنه که این قضیه خیلی راست نباشه. من راضی به این مطلب نیستم. حقیقت داره. واقعا کسی اینطوری شده باشه، تقدیس میکنم، شکرگزاری میکنم، فوق العاده احترام قائلم برای ایشون. امیدوارم که حقیقت نداشته به این معنی ایشون هم سلامتیشون رو پیدا بکنن و بتونن این کار بکنن. آقای موسوی، من خیلی نمیتونم به این سوال جواب بدم. یعنی واقعا تحت تاثیر این مطلب. یه چیز دیگه هم یادم افتاد که بگم. بله بفهم. یه چیز عاطفی هست تو زندگی، آدم نمیتونه اینا رو مثلا نمیتونه توی زندگی خودش، توی به هر حال فضای زندگیش وارد کنه. من یه نکته خیلی کوچیکی میگم. آدم همیشه دلش میخواد جای یه آدمایی باشه که کارهای فوق العاده میکنن، اما همیشه نمیتونن. اون وقت دلش میسوزه آدم. من یاد یه نکته افتادم که اینو شنیده بودم بگم برای این بیراندازی. گفتن یه داستان خیلی کوتاهیه. گفتن یه قهرمانی بود که در یه رشته قهرمان شد. حالا بعد یه جشن گرفتن بازش در اون کلوبی که بود، یه مثلا 10 میلیون بهش پول دادن به عنوان جایزه پاداش. گرفتن و شام خوردن و با هم خوشی کردن و این 10 میلیون گوش چی بهش اومد، بره سوار ماشینش بشه بره منزلش. یه زنی اومد پیشش، سلام علیک کرد و گفت آقای قهرمان، آقای که شما این جایزه رو امشب بردید، اینا من یه بچه‌ای دارم که این بچه من سرطان داره و این خیلی پول میخوان از من که اینو مراجعه کنن. به هزار جا مراجعه کردم، من هیچی ندارم، زندگی اینطوری، همچین. این قهرمان خیلی دلش سوخت، تمام این پولو گفت بگیر این پولو، لازمه به خارجم بچه درست مراجعه کنم و رفت. رفت فردا شب اومد رفت تو اون اجتماعی که بود، تو اون کلوبی که بود، همه دورش جمع شدن و ضمناً گفتن که شما دیشب که این کاری کردی، کار بی خودی کردی. این خانمی که اومد با شما صحبت کرد، اصلا این خانم نه شوهر داره نه بچه داره، این کلاهبردار بود اومد یه همچی کاری کرد. گفت راست میگی این خانم؟ گفت خدا رو شکر که هیچ بچه‌ای سرطان نداشت. نداشته باشه، خدا رو شکر. همه آدم ها دلش موقع جایی را آدم باشن. ما متاسفانه نمیشه. درست. زندگی با آدم انقدر خوب تا نمی کنه که آدم هم مثل این آدم ها باشه. ببخشید من به شما یه چیزایی میگی من گریه میندازه. نمیخوام اینقدر گریه کنم با. من میخوام هموطنانمو ببینم، صحبت کنم باشون، خوشحالی بگم ایشالا که همه هر جا هستن خوشحال باشن. اما این عشق، عشق شادی، عشق خوشحالی، عشقی که عشقیست که خوشحالم که با شما دارم حرف میزنم. بله، قابل توجه بینندگان عزیز که آقای ملک مطیعی برخلاف فیلماش که اونجور جدی خیلی احساسی هستن، هر سوالی که خب این سوالهایی که شما مردم عزیز طرح کردین سوال میکنیم، احساسی میشن، گریه میکنن و اینم این عشق هم عشق خوشحالیه. بله ولی آقای موسوی لازم بهتون میگم آقای من یا به به هم بخور و ازم ممکن کافتون به هم برسم. مراحت میکنم تو میرم تو فیلم های خودم. خواهش میکنم از آقای ملک مطیعی عزیز، من امروز سعی کردم خیلی کم صحبت کنم با بینندگان عزیز. من چند وقت پیش اومدم دفترتون، اگه یادتون باشه یه دو سه ساعتی رو با هم، یک ساعت دو ساعتی رو با هم بودیم. ماشاءالله از اول اینکه وارد شدم اونجا تا آخر با هم صحبت کردیم. دوست دارم همونجوری با مردم صحبت کنم.
چی بگم بابا؟ هر چی که دوست داری. من که همش با مردم صحبت کردم. نه از خاطرات گذشته، من از زندگی، گذشته از حال، از آینده. برای آیندهتون چی داریم بفرمایید. نه برای آینده که من آیندم که دست خودم نیست، سرنوشتمه. خداوند رو همیشه شکر میکنم. امیدوار هستم که حق شناسی رو فراموش نکنم. نسبت به همه اون کسانی که به من محبت کردن، زیر بالم رو گرفتن. تا اینجا رسوندن که من شدم ناصر ملک‌مهدی که افتخار میکنم با شما صحبت کنم. برای همه اینا احترام قائلم، ادای احترام میکنم. برای همکارام به هر حال که به هر حال خیلی دوستشون داشتم و همیشه خاطراتشون برای من عزیزه. و دلم میخواست بعض وقتا که یه جای خوبی هستم، خوشحال هستم، دلم میخواد کاش که اونا مثلا پیشم بودن. از این فکرها دارم. سنم هم دیگه داره میره بالا، سال به سال طریق از پارسال به قول معروف و پام یه ذره درد میکنه. عرض کنم که چاق شدم یه ذره. عرض کنم که به حوصله حوصلم کم شده. ولی روحیم خوبه الحمدلله. خدا رو شکر. اینم بیشتر برای اینه که به هر حال این مردم تا میام یه ذره ناامید بشم و بگم چرا یکی به من بگه که این حرفا رو نزن خیلیم خوبی از همه بهتری. خب الحمدلله خدا رو شد. یه رفیق عزیز دارم که قهرمان طلایی کشتی آسیا است. اسمش نمیبرم. شاید دشت نخواد اسمش ببرم. و با منه بیشتر وقتا. زنده باشه. این به من میگه که این کارا رو نکنم. خیلیم خوبی، سرحالی. بعض وقتا هم خب دیگه یه جایی اپیله نمیتونم برم بالا. زیر بار منو میگیره کمک میکنه با من. یه رفیق دیگه دارم که اونم نیست باید یادی ازش بکنم. رئیس هر دومونه. خیلی دوستش داریم. همیشه با همیم. آقای دارا. حالا اسمش هم اونم نمیخوام اسم ببرم. اسمش ببرم. خب باز رفیقای دیگه دارم در جاهای دیگه که اونا بعضی روزا با همیم میشینیم روزا پیش هم دیگه میریم شمال با هم دیگه. یه رفیقای خوبی دارم خدا رو شکر میکنم واقعا. خدا رو شکر. رفیقام و از زندگیم راضی هستم و خب حالا خیلی صحبت کردم باید بگم که خاطرات گذشته همیشه برام عزیزه. البته از خانواده من خیلی راجب خانوادهت گفتم. خب شما پیش از این که بگی من خودم میگم. میخوان بچه‌هاتون رو بدونن. بله بفرمایید. اصلا که بچه‌ها که خودشون میدونن چیکار بکنن. نه. در کار بچه‌ها دخالت نمی‌کنم، راجبشون هم نمی‌خوام حرف بزنم. برای اینکه بچه‌ها دیگه مثل بچه‌های سابق نیستن که ما درست. بگیم. برایشون تعیین تکلیف کنیم. ولی به هر حال خانواده در زندگی من خیلی موثر بوده. و شاید کمک ها و به هر حال نصیحت ها پشتیبانی خانواده من بودی که من تا حالا خودم حفظ کردم و تونستم. من آدم به قولی معروف فامیلیر هستم، اهل خانواده هستم، دوست دارم بچه، دوست دارم پدر مادرمو، دوست داشتم مادرمو که فوق العاده دوست داشتم. مادرمو همیشه تمام مادرم هم تمام نامه ها و چیزهای مربوط به سینمای منو می نوشت، امضا می کرد، می فرستاد سال ها و یادش گرامی. من خیلی دوست دارم اسم همه رو برم اونتا نمیتونم یادم بیاد. بچه های ما همسر بسیار عزیزم، ما 60 سال با هم زندگی کردیم. خدا رحمتش کنه. خدا بیامرزه. همه اونا کسایی که باشون زندگی کردم و حالا نیستن. برحال حالا هم بچه ها با من محبت دارن، از من نگهداری میکنن، محبت دارن، لطف دارن به من، دوستانم همه. یعنی میخوام بگم که کسی به من بی محبتی نکرده که من بخوام شکایت همه بکنم. همه شما رو دوست دارم. خب برای برحال این دیگه شانس من بوده. من در خاتمه حرف هام میخوام از چند از این بچه هایی که تو این کوچه های خیابون کوشک، تو خیابون منوچهری یه کوچه هایی هست که استودیوهای فیلم در اونجا بوده. یه بچه هایی بودن که از صبح تا غروب میمدن اونجا میشستن هنرپیشه ها رو ببینن. دوبارش راه میفتن میرفتن دادم دفتر استودیو، دوباره میشستن تا اینا از استودیو برگردن، دوباره اینا رو تا دم ماشینشون میرسن. اینا تنور این سینما رو داغ نگه داشتن. بیبوشنش خداحافظی میکنم دیگه. من ببخشید. Thank you.
چونیمه، ببین که تازه اوله چلچلیمه جبونیمه. نگاه مکن که تک و توک موهام سپیدی میزنه، هنوز توی چشمای من چراغ عشقت روشنه. های برگ سبز بیشه دود از کنده پا میشه، های برگ سبز بیشه دود از کنده پا میشه. تو قلب تو پا میذارم، هر کی رقیب عشقمه از سر رام بر میدارم. دوست دارم دوست دارم، قصه ی لوس بچه هات، گرمی دستامو ببین مثل جهنم خداست. نگاه مکن که تازگی یه چین روی پیشونیمه، ببین که تازه اوله چلچلیمه جبونیمه. هنوز توی چشمای من چراغ عشق روشنه. های برگ سبز بیشه دود از کنده پا میشه، های برگ سبز بیشه دود از کنده پا میشه. صدامو سر میدم، کبوتر دل تو رو از توی سینه پر میدم. نگاه مکن که تازگی یه چین روی پیشونیمه، ببین که تازه اوله چلچلیمه جبونیمه. نگاه مکن که تک و توک موهام سپیدی میزنه، هنوز توی چشمای من چراغ عشقت روشنه. سبز بیشه دود از کنده پا میشه، های برگ سبز بیشه دود از کنده پا میشه، های برگ سبز بیشه دود از کنده پا میشه، های برگ سبز بیشه دود از کنده پا میشه، های برگ سبز بیشه. بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همینطور که الان داشتیم عکس میگرفتیم گفتم که کوچه خاطره ها به همت شما مردم عزیز ادامه داره. جا داره که اینجا چون در آستانه سال نو هستیم، من تشکر و قدردانی کنم از این شبکه که این وقت طلایی رو در اختیار کوچه خاطره ها گذاشت. تشکر کنم از آقا حمید در ارسال که واقعا زحمت میکشه. از آقای صالحی عزیز که خب جوان هستن ولی به زیبایی یک سال کوچه خاطره ها رو اداره کردن. از آرش عزیز که تمام این صحنه‌های فیلم قدیمی رو که شما می‌بینید زحمات آرش عزیز ماست. از آقای رجایی تشکر کنم که واقعاً طی این یک سال کوچه خاطره‌ها رو یاری کرد. از آقا وحید که واقعاً خیلی زحمت می‌کشن برای کوچه خاطره‌ها، این تیتراژ زیبایی که شما می‌بینید رو آقا وحید می‌سازن. از افشین عزیز که الان اینجا جاش خالیه، خواننده تیتراژ برنامه کوچه خاطره‌هاست، تشکر و قدردانی کنم. و از خانم رابعه که این آخر آخرا وارد عضو این کوچه خاطره ها شد، تشکر و قدردانی کنم. تا برنامه بعد شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما باشه. بدرود. مرسی. مرسی آقای ملکی. قربونت برم.